من مشتا میکنم که 4 کوساین 80 درجه خودش مدریسه خودش سکت تا شما میفهمی که معکوس کوساین است به نمود در مخرج میبری مشتا میکنم 3 بر کوساین 80 درجه منفی 2 ساین 80 درجه تقسیم کوساین 80 درجه به خاطر که ساین 80 درجه تقسیم کوساین 80 درجه در خط میشه تانجانت 80 درجه متوجه باش ببینیم اونا میتونیم اطراف ضرب 80 درجه کوساین 80 درجه کنیم به خاطر که معادله نیست یک افاده است متوجه باید درست باشی بنابراین ما مقدار مشترک میگیریم کوساین 80 درجه مخرج این شالا میفهمه که یک است کوساین 80 درجه تقسیم یک پس کوساین 80 درجه ضرب بده شده 4 کوساین مربع 80 درجه کوساین 80 درجه هم رایت خلاص میشه منفی 3 میشه بازم کوساین 80 درجه هم رایت خلاص میشه منفی 2 ساین 80 درجه متوجه باش گوش کن با اینجا هم اگه پیش میرم از این بازش بچه یک باریکی داره که فقط یک معادل سازی میکنیم که سوال جوابش پیدا شد اینانی تو مشتم میکنم که 4 کوساین مربع 80 درجه منفی 3 منفی 2 ساین 80 درجه خودش در مخرج هم داریم کوساین 80 درجه توجه این صورت داخل قوس میگیریم ببینید شما دقت کنید یک کوساین 80 درجه رو در صورت ضرب میکنیم یعنی نشتر میکنیم کوساین 80 درجه و یک کوساین 80 درجه رو در مخرج متوجه باش خب اینجا یک 4 هست گوش کن ببینید بچه اگر فرضاً کوساین 80 درجه صورت امرای مخرج اختصار شد پس خود سوال میشه اینم معادل سازی میگن در ریاضی توجه کنید شما شاگرد هوشیار هستید که کوساین 80 درجه در داخل قوس باید در حد جدا جدا ضرب شد این کار رو میکنیم کوساین 80 درجه ضرب کوساین مربع 4 کوساین مکعب 80 درجه منفی 3 کوساین 80 درجه منفی 2 ساین 80 درجه ضرب کوساین 80 درجه متعلی باش مخرج کوساین ضرب کوساین شود کوساین مربع 80 درجه متعلی این قسمت شما ببینید که یک مرور ذهنی میکنیم میگیم 4 کوساین مکعب x منفی 3 کوساین 4 کوساین مکعب x منفی 3 کوساین x در قد کوساین 6 میشه کوساین 6 میشه بنابراین من مشتا میکنم که این میشه کوساین 3x 3 ضرب x هم 18 این x هم اشاره میکنم که x هم چند هست اینجا 18 درجه هست 3 18 ما میشه چند اینجا 4 درجه هست اینجا میشه 2 ساین x کوساین x میشه ساین 2x 2 18 36 درجه تقسیم کوساین مربع 80 درجه متوجه باشه باشه کار بعدی که داخل انجام میدیم 54 و 36 اگه جمع کنی 90 میشه پس این دو تا با هم دیگر مکمل هستن کوساین هم میسازیم ساین کوساین هم میسازیم ساین 90 54 برای 36 درجه ساین 36 درجه منفی ساین 36 درجه تقسیم کوساین مربع 80 درجه توجه کنید شما این ساین 36 درجه هم بعدی صفر برادر جان سوال ما میشه صفر مشتاق اینا بیستا فشرده تشریح میکنم با سوالات چه کار میکنیم دقت داشته باشیم در این مبحث ما شما قضیه ساین میخوانیم اگر سه ضلع مثلث را به ای بی سی کوچک نشان بدیم ما شما رو اول گفته بودیم که ای بی سی کوچک اضلاع است در حالی که ای بی سی بزرگ زوایای مثلث است اینا را ببینید شما A کوچک تقسیم ساین A مساوی به B کوچک تقسیم ساین B C کوچک تقسیم ساین C
مساوی به چند آر؟ دو آر. یعنی این قضیه را بنام قضیه چی حل میکنم؟ قضیه ساین یاد. آر شوای دایری محیطی مثلث است. شما دقت داشته باشید. یک چیزی که خیلی ارزش داره و کنکورتان که اینجا یادتان باشه که دو آر یادتان نره. بعد وقت کنکور میه یک آر مثلا دو آر، سه آر، چهار آر. شاگرد میبینه کل مسائل بلد است اما اشتباه این قسمت میکنه. این فقط دو آر است. متوجه باریکی باشید. اینا رو بچه ها ببینید. روابط بعدی که از این ما جور کردیم این کدام روابط جدید نیست، فقط دقت داشته باشید انشاءالله میفهمید. مثلا این دو رابطه اول طرفین رو واسه تعیین کنیم، A ضرب ساین B میشه، باز B ضرب ساین میشه، اینجور شد. درست است انشاءالله که این رابطه های نو نیستن شما برای خطا شده که جدید جور شد. نه خیر، رابطه اول طرفین واسه تعیین شد، اول و دوم A ساین B مساوی به B ضرب چی؟ ساین A. خب اینا در رابطه دوم و سیم، رابطه دوم سیم طرفین واسه تعیین شوند، B ضرب ساین C، B ضرب ساین C مساوی به C ضرب ساین B یا C ساین B مساوی به B ضرب ساین C. و رابطه اول آخر، رابطه اول آخر طرفین واسه تعیین اگه شوند پس میشه A ضرب ساین C مساوی به C ضرب چی؟ ساین A. بنان این رابطه، رابطه دومش، رابطه سومش از طرفین واسه تعیین قضیه ساین حاصل شده. شما بر خطا نشین، گپ نزن. چون قضیه ساین شکلومی یک تناسب داره باشه. شکلومی یک تناسب داره، میشه که ما شما بالای دی خواص تناسب استفاده کنیم. در خواص تناسب یک چیزی است که اگر صورت ها را با هم چی کنیم؟ جمع کنیم. A جمع B جمع C. تقسیم مخرج ها را با هم جمع کنیم. ساین A جمع ساین B جمع ساین C. با هر نسبت تناسب با هم دیگر مساوی میشه. یعنی صورت ها را با هم جمع کنیم، مخرج ها را با هم جمع کنیم، با هر نسبت تناسب مساوی میشه. این خاصیت اول، این از درسای خواص تناسب است. دیگه میگه اگر صورت بگیری A را جمع چی کنی؟ مخرج کنی. A بر A جمع ساین A تقسیم خود مخرج مشترک، با خود نسبت A بر ساین A مساوی میشه. B را بگیری جمع ساین B کنی، تقسیم ساین B کنی، با B بر ساین B مساوی میشه. C را بگیری تقسیم جمع ساین C کنی، بر ساین C کنی، با C بر ساین C مساوی میشه. این روابط باز هم تشریح میکنم که روابط جدید نیست. لطفا روابط زیاد نسازید که یک تعداد می قضیه ساین بسیار گر روابط داره. نه خیر، این از خواص تناسب استفاده شد، این روابط حاصل شد و این قسمت بالا هم شما از طرفین و واسطین به دست آوردید. آفرین شما. باز دیگه قضیه ساین شد. توجه، قضیه کوساین بر شما باز هم یک رابطه وجود داره که برای حفظ کردن از این خیلی ساده میشه. بچا ببینید اینجا زاویه A است، کوساین زاویه A، کوساین زاویه A. در کوساین زاویه A ضلع A مربعش علامه منفی داره. خیلی کوساین A میشه B مربع جمع C مربع منفی ضلع A مربع تقسیم دو چند BC. اینجا که B مربع C مربع بود، اینجا دو تا BC با هم ضرب شده، با هم ضرب شده که بسیار خوب شفت میشه، غلط نمیشه انشاءالله. کوساین B نال امی ضلع مربعش بود، این زاویه است ضلعش مربع بود، B مربع علامه چی داره؟ منفی داره. پس A مربع جمع C مربع تقسیم دو AC، دو AC. A مربع جمع C مربع منفی B مربع تقسیم دو AC. کوساین C اینجا زاویه C است، زاویه C است، ضلع C را مربع کو، باز تفریقش کو، منفی C مربع داره، پس A مربع جمع B مربع تقسیم دو A، تقسیم دو A. این فرمول قضیه کوساین شد. اینا لگیره ما طرفین واسطین کنیم، اینا برای A مربع کنیم، اینا برای B مربع کنیم، اینا برای C مربع کنیم، باز روابط جدید میتونه که بعدش بیاد. بنان برای A مربع میشه B مربع جمع C مربع منفی 2BC ضرب کوساین A. A مربع بود، کوساین زاویه A میشه. برای C مربع میشه A مربع جمع B مربع منفی 2AB ضرب کوساین C. یعنی C ضلع C مربع بود، زاویش کوساین C است. برای B مربع میشه A مربع جمع C مربع منفی 2AC ضرب کوساین B. این روابط هم و قسمت بالا مربوط قضیه کوساین شد. متوجه باشید. میرسیم در قضیه تانجان. در قضیه تانجان بسیار حفظ کردنش داده است. A مثبت B تقسیم A منفی B اگر بود، او طرفش میشه که تانجانت مجموعه تقسیم دو تقسیم تانجانت تفاضل تقسیم دو، البته از زوایا. اگر صورت مثبت بود تیره مثبت میگیری، مخرج منفی بود تیره منفی میگیری. اگر می برعکس باشه، A منفی B بالا بره، A مثبت B پایین بیاد، با صورت منفی میگیری، مخرج مثبت. دیگه کلش هم تو مشابه است. در فرم هم رو دیده که فرمول آمده بود
مثبت سی بر ای منفی سی تانجانت مثبت سی بر دو تقسیم تانجانت منفی سی بر دو میشه. صورت مثبت مثبت مخرج منفی منفی انتخاب میشه. بی مثبت سی بر بی منفی سی تانجانت بی مثبت سی بر دو تقسیم تانجانت بی منفی سی بر دو. اگر فرضاً منفی بالا باشه مثبت پایین باشه با صورت منفی میگیریم مخرج مثبت میگیریم. یک مسئله دیگه که خیلی ارزش داره در کتاب مکتب شما در قالب جدول انداخته گوش کن. او را اکثر کسا متوجه نمیشن. ما وقتی که میخوایم از قضیه ساین کوساین استفاده کنیم باید اول بفهمیم که چه وقت از ساین استفاده شود و چه وقت از قضیه کوساین استفاده شود. در صورت یک سه ضلع مثلث معلوم باشه، یعنی دریافت اجزای یک مثلث میشه در فرم به شما متنشون بیان. در صورتی که سه ضلع مثلث معلوم باشه اول از قضیه کوساین بعد از قضیه ساین استفاده میشه. سه ضلع مثلث با مخفف اس 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 نشان میدن، یعنی ساید ساید ساید. سه ضلع ترپل اس میشه، سه تا اس میشه. سه تا اس که معلوم بود اول از قضیه کوساین حل میکنیم باز بعد از قضیه چی؟ ساین حل میکنیم. قانون اگر یک زاویه دو زاویه و یک ضلع معلوم بود، یعنی شماره دو سه تفاوتش در چی هست؟ اینجا دو تا زاویه معلوم است اما ضلع ضلع هم معلوم است. اینجا دو ضلع معلوم است و یک چی؟ زاویه معلوم است. صحیح شد؟ یعنی دو زاویه یک ضلع، دو زاویه یک ضلع، دو زاویه یک ضلع از قانون چی؟ ساین. در اینجا بچه‌ها ببینید دو تا زاویه باید معلوم باشه. اینو اصلاح کنید به خاطر اینکه اشتباه شده. اس اس تا یعنی اینش هم شده که زاویه اینا نال زاویه وسط شد ضلع. همین اصلاح کنید زاویه ضلع زاویه زاویه ضلع زاویه اول زاویه وسط ضلع باز زاویه زاویه ضلع زاویه اصلاح شد ان شاء الله. اول زاویه باز وسط ضلع باز چی زاویه. در صورتی که دو تا زاویه معلوم بود و یک ضلع، دو تا انگل دو انگل دو تا ای یعنی دو زاویه دو انگل دو دانه زاویه یک ضلع دو دانه زاویه یک ضلع همیشه از قانون ساین متوجه. در صورتی که دو ضلع و زاویه بین آنها معلوم باشد اول از قانون کوساین بعد از قانون چی ساین ضلع زاویه ضلع یعنی ضلع معلوم است با ضلع معلوم است در بین دو ضلع چی معلوم است زاویه. کی را باز ما به شاگردای کنکور میگیم شکل ساس اگه داشت ساس میشه دو ضلع زاویه بینش دو ضلع زاویه بینش دو ضلع زاویه بینش هرش با استفاده از قضیه کوساین متعاقبا به توسط قضیه ساین. در صورتی که سه زاویه معلوم باشه ما سه ضلع پیدا کرده نمیتونیم. میشه در کنکور بیان که در کدام یک از حالات ساین حل مثلث امکان نداره. سه زاویه را داشته باشی سه ضلع پیدا نمیشه. سه ضلع داشته باشی سه زاویه پیدا میشه. پس در صورتی که سه زاویه معلوم باشه سه زاویه سه زاویه 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 انگل 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 باز حل مثلث امکان نداره. اینی می مسائل در نظر گرفته یعنی سوال حل میکنیم. ببینید طول اضلاع یک مثلث به ترتیب 3 4 5 میباشه. مقدار کوساین چی؟ ای را دریابید. کوساین زاویه ای را دریابید. بچه ها متوجه باشید ما برای کنکور کار میکنیم. یک جز کار میکنیم. کل مثلث حل نمیکنیم. کل مثلث حلش به این معنی است که از سه زاویه مثلث هم پیدا کو از سه ضلع مثلث هم پیدا کو. متوجه؟ حل مثلث چی معنا؟ اگر با شما دو زاویه و یک ضلع میدم یک مثلث حل به این معنی دو زاویه را داری یک ضلع داری. دو ضلع دیگه و یک زاویه دیگه را باید پیدا کنی. این را میگه حل مثلث. اما چون صنف کنکور است مشخص یک جز میاره کل مثلث را نمیگه. بنابراین ببینید یک ضلع دو ضلع سه ضلع شد تریپل اس شد. سه ضلع که باشه بچه ها اول از قضیه کوساین استفاده میشه و اینجا مشخص هم شده که کوساین چی؟ ای کوساین ای بر ترتیب ایره نامگذاری میکنیم. بنابراین به اولین سوال از این دقت داشته باشید شما ایره میگیریم قیمتش از سه بیام قیمتش میشه چهار سی هم میشه قیمتش چند پنج بعد از شما خواسته شده که کوساین ای متوجه. پس ما باید اساس نشته میکنم که کوساین ای مساوی میشه با فرمول برش داریم که بی مربع جمع سی مربع منفی ای مربع تقسیم دو چند بیست متوجه باشه. پس من نشته میکنم کوساین ای مساوی میشه با بی را قیمت شما مربع کنم چهار مربع جمع پنج مربع منفی سه مربع تقسیم دو ضرب چند چهار ضرب چند پنج. پس من نشته میکنم کوساین ای مساوی میشه چهار مربع شانزده پنج مربع بیست پنج سه مربع دو چهار هشت هشت پنج چهل. شما دقت داشته باشید
از 25 کنو برن 16 جمع 16 32 میشه 32 به 4 تقسیم 40 میبشه اختصار میشه به 8 5 8 4 4 8 32 برن مقدار کوساین ما شد 4 بر 5 4 بر 5 آفرین شما مشتکنی این زیاد کار شده در یک مثلث طول از وایم به ترتیب A 8 متر B 5 متر و C 10 متر است مقدار کوساین B را دریابی بنان ما نشته میکنیم قیمت ایمو هست 8 متر 8 متر است بیما مسایی به 5 متر است یا مسایی به 10 متر است کوساین B از شما نپرسان نشده که زاویه بیره پیدا که فقط مقدار کوساین B را متوجه باشید چون کوساین B است A مربع جمع C مربع منفی بی مربع تقسیم دو ای سی متوجه قیمت ما از 8 مربع جمع 10 مربع منفی 5 مربع 2 ضرب 8 ضرب 10 8 مربع 64 10 مربع 100 منفی 25 تقسیم 160 پس کوساین بی مساوی میشه این را برای جمع که از این تفریق به 139 میشه تقسیم 160 نشتک جواب خواهش سوال دیگه است که در یک مثلث ضلع ما 3 سانتی ضلع بی ما 9 سانتی و زاویه بینشان 60 درجه است اندازه ضلع سی را دریابید متوجه باشید پس من نشتم میکنم که ضلع از قیمتش 3 سانتی متر ضلع بیام از 9 سانتی متر زاویه بینشان 60 درجه یک چیزی که بسیار ارزش داره بین دو ضلع سوال اینجا است که کدام زاویه میشه درست است؟ این گپ خیلی ارزش داره و من مشکل نیست شاید بگویم زاویه 30 شود اما به خاطر که شما مطمئن شوید که کدام زاویه میشه زاویه 60 درجه است زاویه 60 درجه است یا زاویه 30 60 درجه است شما ببینید گپ نزنه لطفا من یک مثلث در نظر میگیرم و شما هم در نظر بگیرید همیشه این کارا کنید فرض کنید یک مثلث به این شکل در نظر گرفتید درست است انشاءالله مثلا نشتا میکنم A این هم B و این هم C آفرین شما اینجا C کوچک میشه بلد است اینجا A کوچک میشه اینجا B کوچک میشه شما ببینید دقت داشته باشه B را قیمت چه داره 9 A را قیمت چه داره 3 اینا زاویه بینشان زاویه بینشان شما بین اون یک شاگرد و شعار لایق دیدید که زاویه زاویه سی شد بنان انمی زاویه 60 درجه زاویه سی است زاویه سی هم چند درجه شد 60 درجه شد انشالله که گفت من شما فهمیده باشه فهمیده انشالله که مطمئن شوی که انمی کدام زاویه است کدام زاویه است یک رسم کنی مشکل ندار رسم کردن خیلی ساده رسمش کنی بای اساس شما میبینی که ما از امون زل دیگه زل و بینشان چی؟ زاویه میشه SAS ساس میشه ساس میشه بنام کنم زل از شما خواستن؟ زل سی را خواستن زل سی نامالوم است برای قضیه کوساین برای قضیه کوساین برای سی مربع A مربع جمع B مربع منفی دوی B ضرب کوساین سی ضرب کوساین زاویه سی پس من نشتم میکنم سی مربع مساوی میشه به سی مربع جمع نو مربع منفی دو ضرب سی ضرب نو ضرب کوساین 60 درجه دیگه محاسبه ریاضی هست انشاءالا که ریاضی رو بعد میفهمی سی مربع نو میشه نو مربع 81 میشه اینجا بچه یک اشاره میداشته باشیم اما شما دقت داشته باشیم کوساین 60 درجه یک بر دو دو شمرای دو خلاص نو سی 27 اعتراض نداشته باشه که چطور شد ای سی مربع مساوی میشه و این میشه 90 بیستر برای 63 اطراف هم جذر بگیریم سی مساوی میشه و جذر مربع 63 97 63 97 63 جذر 93 بیرون میشه 3 جذر 7 سانتی متر پس اندازه زل سی ما چند شد 3 جذر 7 سانتی متر آفرین شما باشه داشته باشه در مثلث ABC اندازه زاویه 60 درجه است ضلع C هم 8 است
زول بیام پنج است، اندازه زول ای را در یا بی. شما توجه کنید، حالا مشخص کرد سی ما چند است؟ سیست. اندازه زاویه ای ما 60 درجه. حالا مشخص از زول بی ما است؟ پنج و از زول سی هم است؟ 8. این حالا شما رسم رو میتونی کردن و ضرورت بر رسم نیست. چون حالا زاویه رو مشخص کرده که زاویه ایست. زاویه است پس ما از ای مربع مساوی بر بی مربع جمع سی مربع منفی دو بی سی ضرب کوساین استفاده میکنیم. ای مربع مساوی میشه پنج مربع جمع هشت مربع منفی دو ضرب پنج ضرب هشت ضرب کوساین 60 درجه. ای مربع پنج مربع ما شش مربع ما اینجا بازم تکرار میکنم کوساین 60 یک بر دو دو امرای دو خلاص میشه چل ماند. پس نشتا میکنیم این مربع مجموع از این 89 چلش برد 49 اطراف جذر بگیریم 7 بگیریم اندازه زلی 7 شد. واحدش چون مشخص نکده واحد طول میشه متر بود متر میشه سانتی متر بود سانتی متر میشه. گفته در مثلث بی منفی سی بر بی مثبت سی یک بر جذر سی است. این میره زاویه این ای کلان نشته کنه چون ای کلان زاویه میگه زاویه 90 درجه است. اندازه زاویه های بی سی را دریابه گوش کن متعجیه باشه همه شما دقت داشته باشه. ای من نشته میکنم که ای جمع بی جمع سی ما در مثلث انشاءالله میفهمید مجموعی زوای داخلی 180 درجه است. توجه کن مرحله اول ای را به شما دادم این مشخص جزئیات را بگیرم ای 90 درجه بی منفی سی تقسیم بی مثبت سی یک بر ای را مجا میمون شما دقت داشته باش. پس قیمت ای ما هست 90 درجه 90 درجه اینجا وضع شود بای اساس میشه که بی جمع سی مساوی به 180 درجه مثبت 90 درجه ای طرف بیا میشه 90 درجه. انشاءالله که فهمیده باشیم بی جمع سی چند شد؟ زوایای بی جمع سی 90 درجه شد 90 درجه شد. ظاهر سواله که میبینیم نه قضیه ساین است نه قضیه کوساین عدمی مشابه قضیه تانجانت است. ما هم که یک فرموله در قضیه تانجانت دیدیم بنان در مرحله دوم نشته میکنیم توجه داشته باشه. این حالا ما نشته میکنیم بی منفی سی تقسیم بی مثبت چند سی. این حالا نشته میکنیم تانجان. ببینید علامه که منفی است صورتش منفی بگیریم اخراش مثبت انتخاب کنیم. آفرین شاباس. این میشه بی منفی سی بر دو تقسیم تانجانت مجموعه بر دو بی مثبت سی بر دو. شما دقت داشته باشه ایوازه این بی منفی سی بر بی مثبت سی یک بر چند جذر سی نشته کرده میتونیم نشته میکنیم یک بر جذر سی. خب متوجه باشه که مزه مسائل فشرده میگیم که خلاص شود. اینجا شما برام بگید که بی جمع سی چند بود؟ 90. خب اگه متوجه هست انشاءالله بی جمع سی 90 است. بی جمع سی چند؟ 90. 90 بر دو 90 بر دو یعنی 90 اینجا با تقسیم دو کو 45 در تانجانت 45 یعنی تانجانت 45 یعنی دیگه یک نوشته نمیشه یک نوشته نمیشه فقط چیزی که باقی مان تانجانت بی منفی سی بر دو متوجه باشه. فقط یک کار بعدی که ما شما در اینجا انجام میدیم عوض یک بر جذر چند جذر سی تانجانت سی درجه تانجانت سی درجه مساوی میشه بر تانجانت بی منفی سی تقسیم چند دو. آفرین شما تانجانت با تانجانت خلاص میشه در افعین وستن کنی را بی منفی سی دو سی ما میشه چند؟ 60. حالا ما یافتیم که بی منفی سی چند شد؟ 60. بی جمع سی را دول میفهمیدیم بی جمع سی را دول میفهمیدیم بی جمع سی را میاریم در پانش چند نشتا میکنیم؟ 90 درجه. اینا دیر یک جمع کنیم ای سی هم را خلاص میشه دو بی دو بی ما میشه 150 درجه اطراف تقسیم دو میتونیم قیمت بی چند شد؟ 75 درجه. و بالاخره مرحله سیمش بی جمع سی ما چند بود؟ 90 درجه بود.
بیم آب قیمتش چند شد؟ 75 درجه جمع 30 مساوی با چند؟ 90 درجه 30 مساوی با 90 درجه خودش مزد باید 75 درجه کنن؟ 90 که 75 درجه جوابش 15 درجه. اینه سوال هم شد. خوبید انشالله؟ بگیریم. سوال ششم بابا سوال کنکور شد. در فرم از قضیه ساین کوساین چی بینه سوال میاد؟ نیمی سوال ششم هست، هفتم هست، هشتم هست. ببینه که چقدر سوال ها به شما سوال میاد. خیلی راحت میتونی حل کنی. شما این دایره محیطی را به شما دادن. آر مساوی است بر 15 جذر 2 بر 2. و وزل بی را هم گفته که 15 سانتی متر. زاویه بی. نامعلوم. همه که توجه کن. نشته نکن. سوال پیش شما هست، فقط حلش دقت کنید. شما شاگردای خیلی هوشیار و لایق هستید، میفهمید انشاءالله که ساین B بر ساین B مساوی با 2R میشه. درست است انشاءالله. اینجا را به شما برای ساین B حل کنید خیلی خوب میشه. ساین B مساوی میشه با مقابلش 2R در مخرج میاد، B در کجا میره؟ تو رد میره. بنانوشته میکنیم که B ما قیمتش 15 تقسیم 2 ضرب آر قیمتش 15 جذب 2 بر 2. دقت داشته باشه. یعنی 2 امرای 2 15 با 15 های ساین بی ما مساوی شد به 1 بر که ناطق سادی شود. زاویه یک ساینش جذب 2 بر 2 45 درجه است. اگر در 4 جواب نبود پای بر 4. یعنی شما بچه ها دیدید که سوال کنکور از چقدر سواله بگیریم. در مثلث ABC زاویه 60 درجه است، قیمت طول 10 سانتی متر است، اندازه شعاع دایره محیطی. توجه. پس زاویه مساوی با 60 درجه است. اندازه طول آن 10 سانتی متر است. آن قیمتش نامعلوم است. و اساس من شما میکنم که دو آر داشتم نه؟ مساوی با A بر ساین A. توجه. ای من شما میکنم دو آر مساوی با A قیمتش در تقسیم ساین 60 درجه دو آر مساوی میشه ساین 60 درجه جذر 3 بر 2 دو آر مساوی میشه 20 بر جذر 3 کل معادله تقسیم 2 شود 10 بر جذر 3 ناطق سادی شود در جذر 3 بر 3 سانتی متر مشتق میشه. در مثلث ABC 10 سانتی متر است، زاویه آن چند است؟ 30 درجه است، اندازه شعاع دایره محیطی تکراری نیست. زاویه 30 درجه است. خب. پس زاویه را نوشته میکنیم که 30 درجه. قیمت ما 10 سانتی متر. آر نامعلوم، متوجه باش. شما دقت داشته باشه گوش کن. باز نوشته میکنیم 2 آر مساوی میشه با A تقسیم ساین A دو آر مساوی میشه بعد در تقسیم ساین 30 درجه بعد من نوشتا میکنم دو آر مساوی میشه بعد در تقسیم ساین 30 دو آر مساوی میشه دو در 20 اطراف تقسیم دو کنه آر هم قیمتش 10 سانتی نوشتا کنم متوجه باشه در مثلث ABC زاویه B 75 درجه زاویه C 15 درجه B مثبت C و B منفی C را از شما خواستم. زاویه B چند است؟ 75 درجه زاویه C هم B مثبت C تقسیم B منفی C. شما متوجه دست باشه گوش کن. من باید اساس نشته میکنم که چون B مثبت C در صورت است بی منفی سی در مخرج هست قضیه تانجانت میشه. تانجانت بی مثبت سی در بردو در صورت تانجانت بی منفی سی بردو در مخرج. شما را دقت داشته باشه قیمت ها را فقط وضع میکنیم. بی ریجا وضع میکنیم، سی ریجا وضع میکنیم، قیمت ها وضع میکنیم، بی را وضع میکنیم. سوال خیلی خوبش هست. پس نشته میکنیم تانجانت
75 و 15 90 بر 2 45 درجه. تو یک سوال خیلی خوب شد. از 75 و 15 برم 60 بر 2 30 درجه. تانجان 45 یک است. تانجان 30 جذره 3 بر 3 میشه 3 بر ناطق سادش کنیم فقط میشه جذره. یه چه یک سوال خوبش بود. اگه آدم نفهمه یا استاد و علاقه سخت بود بی جمسی بر بی منفسی رو برام آورده بود ما نفهمیدیم. در حالی که سوال چه قصاله بودن؟ سوال خیلی خوبش جواب شما شد جذره 3 بگید. این بود قضایه ساین و کوساین و تانجانت رو براتون گفتم حوالش کار کردیم. نو مثال که فرق نیست. مرور خلاصه و مشخصات تمام توابع مثلثاتی بچه همه شما دقت داشته باشه گوش کن. ناحیه تعریف لکچر متوجه باشید همه اگه دقت بکنه من کل از این را دانه دانه تشریح میکنم با سوالایش کار کنم. توابع ساین ایکس و کوساین ایکس توابع متمادی هستند. گرافشون هیچ شکستگی نداره و یک قلم رسم میشه و میخاطر ناحیه تعریف دیا تمام اداره انگلیس ناحیه تعریف قیمت هایی که مربوط x میشه. یعنی شما ایوان ساین x در x از این میتونی از منفی لایتنی تا مصبر لایتنی به ایوان xش میتونی از منفی لایتنی تا مصبر لایتنی قیمت پردی نتیجه تانه بگیری. این میگه که ناحیه تعریف تمام اداره انگلیس. اما کدومین از این بنام سایه تحول یاد میشد بنام رنج یاد میشد ما شما قبلا تشریح کرده بودیم که بین منفی یک و مثبت یک است. منفی یک و مثبت یک است و حتی یک جمله خیلی خوبش گفته بودیم که کسرهای واقعی مثبت و منفی است دیگه این مشکل نداره انشالله. اما توابع تانجانت کوتانجانت سکند کوسکند توابع متمادی نیست. گراف از یا شکستگی داره. پس نوعی تعریف تانجانت اکس تمام اعداد و جز از مضربهای تاق پای بر دو. بسیار جملات در دقت داشته باشید که بسیار دانه دانه ما تشریح میکنم. مضربهای تاق پای بر دو. پای بر دو یعنی ضریبش تاق شده برای چی مثبت باشه؟ چی منفی؟ و نوعی قیمت های از این کدومین رنج از این قبلا در شروع مثلثات خوانده بودیم تمام اعداده حقیقی است. کدام قیمت ها در کدومین در دومین از این شامل نمیشه؟ دلایل تعریفی شامل نمیشن. مثبت منفی پای بر دو، مثبت منفی 5 پای بر دو، مثبت منفی 1 از 3 پای بر دو جور کنیم. مثبت منفی 3 پای بر دو، مثبت منفی 7 پای بر دو. مقصد که امی ضریب پای بر دو باید تاق باشن. چی مثبت باشه، چی منفی باشه، اونم قیمتا دلایل تعریف تانجانت شامل نیست. گوش کن. نوعی تعریف تابع وای مساوی با تانجانت x تمام اعداد حقیقی است و جز از مضرب های تام پا هست. پا مضرب تام پا یعنی ضریب پا عدد تام شونده تام انشاءالله میتونید که مثبت میشه منفی میشه کسری و جذری و اشاری نمیشه و کدومین کوتانجانت تمام اعداد حقیقی است. پس قیمت هایی که در کدومین کوتانجانت میبخشد نهایی تعریف کوتانجانت شامل نیستن صفر است. مثبت منفی پا است. مثبت منفی دو پا است. مثبت منفی سه پا. مثبت منفی چهار پا. تو ادامه دارم مضارب تام پا. تام پا متوجه فقط لکچر متوجه میشه. ناحیه تعریف تابع وای مساوی با سکند ایکس تمام اعداد حقیقی یک جمله یادتون باشه که ناحیه تعریف سکند ایکس و تانجانت ایکس یکسان است. ناحیه تعریف سکند ایکس و تانجانت ایکس یکسان است که فکر خود را بگیرید. ناحیه تعریف تابع وای مساوی با سکند ایکس تمام اعداد حقیقی بجز از مضربهای تاق پای بر دو عین مثلا این مسئله که من مرور کنم ناحیه تعریف تانجانت ایکس تمام اعداد و جز از مضرب های تاقه. پس ناحیه تعریف فقط ناحیه تعریف سکند ایکس و تانجانت ایکس یکسان است. فقط ناحیه تعریفشون یکسان است. کدومین و یا ناحیه قیمتاشون یکسان نیست. ناحیه قیمت های سکند ایکس قیمت هایی است که ساین و کوساین گرفته نمیتونن. اگر تنها سکند ایکس بود شما اینجا نشته کنی رنج هستی رنگ نیست رنج هست یعنی بته از منفی لایتنی تا منفی یک است. از یک تا چیست؟ لایتنی است. اگر سکند ایکس دارای ضریب بود رنجش رنج میشه منفی لایتنی یک اید آخر بده تا منفی اتحاد میکنه از ای تا لایتنی یاد کنیم. ناحیه تعریف کوسکند ایکس مشابه و کوتانجانت است. ناحیه تعریف کوسکند کوتانجانت با هم یکسان است. تمام اعداد حقیقی بجز از مضرب های تام با است. اما ناحیه قیمت هایشان
یکسان نیست، فرق میکنن. آیا قیمت های سکند و کوسکند یکسان است؟ پس من اشتا میکنم وای مسای و سکند اکس، باز هم رنجش رنج میشه از منفی لایتانی الى منفی یک، اتحاد میکنه از یک تا لایتانی. سکند اکس اگر بود، اگر سکند اکس دارای چی بود؟ ضریب بود، باز از منفی لایتانی تا منفی رنج میشه، باز هم تاکید میکنم آخرش اگر ای اضافه شود منفی لایتانی تا منفی اتحاد میکنه از ای تا لایتانی کوسکنت اکس. صحیح شد؟ یعنی سکنت اکس هم کوسکنت اکس بسازه به خاطر که کوسکنت اکس هست. اگر وای مسای به کوسکنت اکس نوشتا کنی، وای مسای به ای کوسکنت اکس نوشتا کنی، در رنجشان تغییر ایجاد نمیشه. از منفی لایتانی تا منفی یک اتحاد میکنه از یک تا لایتانی، از منفی لایتانی تا منفی اتحاد میکنه از ای تا مثبت لایتانی. باز این یک مرور احسن میکنیم. پریود وای مسای به ساین بی اکس و وای مسای به کوساین بی اکس. بچه ها ساین کوساین، ساین کوساین پریودشان بچه ها مساوی است. بی مسای به دو پا تقسیم چند بی؟ بی ضریب اکس است. بی ضریب اکس است. توجه کنید تعریف پریود یا دوره تمام چیز واحد زمان یا واحد زمان است. یعنی ثانیه است، عبارت است، زاویه است که بعد از آن گراف تابع تکرار میشن. متوجه باش بعد از گراف تابع تکرار شده میرن. شماره هشتم سعی کنید نقاط صفری یا نقاط چی؟ انعطاف. یک فیز آفش تاپ نیست، آس نیست، انعطاف نیست، انعطاف است. نقاط صفری یا نقاط انعطاف، نقاط صفری یا نقاط انعطاف تابع وای مسای به ساین اکس. ضرایب تام چی هست بچه ها؟ پاست هست، صفر، پا، دو پا، سه پا، چهار پا هم مثبت هم منفی هست. این شما هست دیگر نقاط صفری یا نقاط انعطاف تابع وای مسای به کوساین اکس عبارت از ضرایب تاپ پای بردوز، یعنی مثبت منفی پای بردوز، مثبت منفی سه پای بردوز، مثبت منفی پنج پای بردوز. در اینیمی قیمت ها کوساین همیشه بچه صفر میشه. متوجه باشه پریود تابع وای مسای به تانجان اکس و کوتانجان اکس یکسان است. فرمولش میشه پی تقسیم بی، پی بر پای بردوز میباشه، پای بر بی و ساین کوساین دو پا است و تانجان کوتانجان پای بر بی است. توجه تابع تانجان اکس و کوتانجان اکس تابع تا هستن. دامنه یا امپلیتود تابع وای مسای به ای ساین اکس وای مسای به ای کوساین بی اکس مساوی است. امپلیتود یا دامنه در کنکور که میان مطلقه ای را میگیره، مطلقه ای را میگیره. ناحیه تصاویر یا ناحیه تحول تابع وای مسای به ای ساین بی اکس وای مسای به ای کوساین بی اکس، یعنی ساین کوساین دارای ضریب خارجی باشن مثل ای، مثل ای باز رنجشان میشه از منفی تا مثبت، منفی تا مثبت میشن. تابع ساین اکس و معکوسش کوسکنت اکس تابع تا هستن. تابع وای مسای به کوساین اکس و معکوسش تابع سکنت اکس تابع جفت هستن. تابع وای مسای به تانجانت اکس همیشه یک تابع متضاد است، هیچگاه متناقض نمیشن. اگر در کنکور میگن درحال تناقض وای مسای به تانجانت اکس بگو، تو میگین درحال تناقض ندارن. تابع وای مسای به کوتانجانت اکس همیشه تابع متناقض است، هیچگاه متضاد شده ابدا مورد شد. ما یک بار کل از این را مرور میکنم، شما فقط گوش کنید. نایه تعریف تابع وای مسای به ساین اکس و کوساین اکس یکسان است. تمام اعداد ساین اکس و کوساین اکس، ضریب ساین ضریب کوساین یک است. این نایه قیمتش از منفی یک تا مثبت یک. این مورد تکرار شد. نایه تعریف تانجانت اکس تمام اعداد است و جز از مضروب های تاپ پای بر دو بودومه اینش قبلا خوانده تمام اعداد حقیقی است. در نایه تعریف از این پای بر دو مثبت منفی پای بر دو، مثبت منفی یک سه علاوه شود سه پای بر دو، مثبت منفی پای پنج پای بر دو، هفت پای بر دو شامل نمیشه. افزار این شما نایی تعریف تابع وای مسای و کوتانجانت اکس تمام اعداد عقیق وجود از مضرب های تام پا و کودومینش تمام اعداده عقیق خیدانایی که در نایی تعریف از این سفر مثبت منفی پا، مثبت منفی دو پا، مثبت منفی سه پا شامل نیستن. نایی تعریف تابع وای مسای و سکنت اکس تمام اعداد عقیق وجود از مضرب های تام پای بر دو و نوعی قیمت های دو مثل کوسکنت است وای مسای به سکنت اکس. رنجش گفتم است از منفی لایتانی تا منفی که اتحاد میکنه از یک تا لایتانی. وای مسای به ای سکنت اکس اگر بود ضریب اگر داشت از منفی لایتانی تا منفی در حال بستن اتحاد میکنه از ای الا مثبت. پس نوعی تعریف و نوعی قیمت های خودمه این سکنت و کوسکنت کاملا با هم یکسان است، تکرار نمیکنه دیگه. پرید وای مسای به ساین بی اکس وای مسای به کوساین بی اکس دو پای بر بی، بی ضریب اکس است. پرید یا دوره تناب عبارت از زاویه است که بعد از گراف تابع تکرار شده میره.
نقاط صفری یا نقاط انعطاف ساین ایکس مضرب های تام پاس صفر و پا و دو پا و سه پا و چهار پا هم مثبت هم منفی دینامیک قیمت ها ساین صفر میشن. نقاط صفری یا نقاط انعطاف تابع های مساحت بر کوساین ایکس مساوی ضرایب تام پای بر دو مثبت منفی پای بر دو مثبت منفی سه پای بر دو مثبت منفی پنج پای بر دو در این قیمت ها کوساین صفر میشن. پوریود تابع وای مساوی با تانجانت ایکس وای مساوی با کوتانجانت بی ایکس و تانجانت بی ایکس پوریود مساوی با پای بر بی است. تابع تانجانت ایکس و کوتانجانت ایکس که معکوس یکدیگر هستند تابع تانق هستند. دامنه تابع وای مساوی با ای ساین بی ایکس وای مساوی با ای کوساین بی ایکس دامنه یا امپلیتود که در فرما شما دیدین مطلقه میشه. ناحیه تصاویر یا ناحیه تحول تابع وای مساوی با ای ساین بی ایکس وای مساوی با ای کوساین بی ایکس دارای ضریب خارجی باشند رنجشان میشه از منفی تا مثبت ساین ایکس و معکوسش کوسکنت ایکس تابع تانق هستن. کوساین ایکس معکوسش سکنت ایکس تابع جفت هستن. تانجانت ایکس همیشه یک تابع متضاد است و تانجانت ایکس همیشه یک تابع متناقض است. این را ما شما دو بار تکرار کردیم. حالا میگم گفتم پوریود یا دوره تناوب هستن. دوره یک تناوب علاوه کنیم. پوریود یا دوره تناوب تابع زائد را داریم. پوریود یا دوره تناوب تابع زائد را داریم. پوریود یا دوره تناوب تابع زائد را از سوال اول شروع میکنیم. بخیر شما دقت داشته باشه گپ بزنه بشه وای مساوی با ساین ساین 4x ساین است ساین 4x پوریودش میشه 2 پا تقسیم ضریب x. آفرین شما اختصارش کو وای بر 2 ال شپی در چهار جای کنکور میباشه الف وای مساوی با ساین ایکس بر 2 وای مساوی با ساین ایکس بر 2 پوریود یا دوره تناوب مساوی میشه 2 پا تقسیم ضریب ایکس ما 1 بر 2 تقسیم 1 بر 2 ضربش کنیم 4 پا بگی پوریود تابع وای مساوی با یک بر کوساین یک بر 4 x میشه 2 پا تقسیم x ما ضریب x ما ضربش کنیم 8 پا مشتاقیم.